درود بر همراهان همیشگی کانال پرسشگر دینی امیدوارم در آرامش و آگاهی باشید در این ویدیو میریم سراغ بررسی و تحلیل سه ابهام دیگه باطل کردن آیه قرآن توسط مریم بدون شوهر بلایی که خود مسلمانان سر قرآن آوردن و در آخر بررسی اشتباه قرآن که نوشته مریم مقدس خواهر حضرت موسی است با این حساب حضرت موسی میشه دایی حضرت عیسی برای آگاهی کامل از این ابهامات لطفا تا انتهای این ویدیو جذاب منو همراهی کنید ابهام اول در مورد آیه 49 سوره زاریات هست که نوشته از هر چیزی زوج یا نرماده ای آفریدیم خب منم پرسیده بودم مریم مقدس که بدون وجود نر یا همان شوهر تولید مثل کرد و ایسا را به دنیا آورد یعنی این آیه 49 رو رد و باطل نکرده؟ چون مریم مقدس با این نوع تولید مثل قانون نر و مادگی رو زیر سوال برده خیلی از مدعیان گفته بودند که الله هر کاری دلش بخواد انجام میده خب الله حرفی که در آیه 49 زده رو با این تولید مثل مریم مقدس باطل کرده یعنی الله حرف خودش رو هم بیعتبار میکنه بعضی دیگه گفته بودن پدر عیسی همان الله هست خب با توجه به این پاسخ یعنی جنسیت الله نر بوده و با مریم مقدس جفتگیری کرده مدعیان گرامی برای ماسمالی یه موضوعی لطفا درست حسابی فکر کنید که بدتر بار خودتون رو سنگین نکنید چون ما اینجا با آیه واضح نروماده بودن سر و کار داریم نه با خرافات و توهمات ذهنی ابهام دوم هم در مورد بلایی هست که خود مسلمانان سر قرآن آوردن در قسمت مشخصات برگ آخر کتاب قرآن نوشته فردی به نام حفظ قرآن را از قاری خوشصدایی به نام آسم روایت کرده منم پرسیده بودم چرا مسلمانان از روایت کردن قرآن توسط حفظ جلوگیری نکردند که خیلی از مدعیان که توان پاسخ منطقی نداشتند فقط توهین کردند بعضی دیگه هم با تعصب میگفتند این دلیل نمیشه چون قرآن معجزه است و قابل تحریف نیست آخه ما گرامی این رو که من از خودم نگفتم تو خود قرآن نوشته و شما نمیتونید آن را نادیده بگیرید و بدون پاسخ ازش گذر کنید در مورد همین روایت قرآن توسط حفظ و و اینکه آسم چه شخصی بوده و حفظ چه دروغگویی بوده من قبلا یه ویدیو سی دقیقه‌ای رو به نام حقیقت قرآن در کانال قرار دادم جوری که کامل متوجه خواهید شد که چه بلایی سر قرآن آوردند توصیه می حتما این ویدیو کوتاه رو ببینید مدعیان باید پاسخگو باشند که اگه این قرآن پیامبر نیست پس قرآن پیامبر کجاست همراهان عزیز تا مدعیان به این پرسش مهم فکر میکنن شما جهت حمایت از من لطفا لایک ویدیو رو بزنید ابهام سوم هم در مورد آیه 28 سوره مریم هست که نوشته ای خواهر هارون با توجه به اینکه هارون برادر بزرگه حضرت موسی بوده یعنی منظورش اینه که مریم مقدس خواهر حضرت موسی بوده آخه مگه ممکنه از مدیان گفته بودند هارون و موسی خواهری به نام مریم داشتند که آن مریم هم پاکدامن و مقدس بوده خب حالا این مریم خواهر موسا چه ربطی به مریم مقدس داشته که در سوره مریم مقدس در موردش حرف زده چرا در کل قرآن اصلا از مریم خواهر هارون و موسا هیچ حرفی نزده و اونو به عنوان پاکدامن معرفی نکرده مدیان عزیز لطفا با تعصب آیات قرآن را به نفع خود تفسیر نکنید چون خود آیات قرآن واضح همه چی رو گفتن باز هم از مدیان گفته بودند چون مریم مقدس پاک دامن بوده از همین رو به مریم خواهر هارون و موسی هم لقب پاک دادند یعنی با توجه به این پاسخ کاملا مشخصه که مدعیان هیچ که توانایی پاسخ ندارند بلکه توانایی تحلیل و فکر کردن هم ندارند چون پاسخها کاملا بی ربط به پرسش هستند پرسش اینه که چرا قرآن مریم مقدس 2000 سال پیش رو خواهر هارون و سه 3000 سال پیش صدا زده از مدعیان بازم پاسخ داده بودند که چون مریم ها پاکدامن بودند مدعیان گرامی لطفا دو دقیقه بدون تعصب تعقل و تفکر کنید بدون شک به جواب خواهید رسید که این اشتباه آیه از طرف الله بوده یا خود پیامبر یا حفظ روایت کننده خب دوستان عزیز ممنون که باز هم منو تا آخر ویدیو همراهی کردید لطفا لایک ویدیو رو بزنید و زنگوله سابسکرایب رو فعال کنید نظرات خودتون رو هم در کامنت ها بگذارید پایدار و سربلند باشید